domu aslan. Teşekkür. Aha. Baş. Baş mali. دوستا صفحه سکرین ما را دارین؟ بله دارم. الو. Required document ما که است previous qualification داریم، پاسپورت داریم، operate CV داریم، recommendation letter داریم، personal statement داریم و English proficiency certificate داریم. خب روی پرویوس کالیفیکیشن خب آف کورس کلی ما شما بلدیم بعد برای کسایی که ماستری هست بچلر داشته باشه و سند اسکول سرتیفیکیت ضرورت هست باید باشه پاسپورت خب بعضی دوستان به قسمت سوال داشتن که پاسپورت ما اگر که ما میجن داریم ولی پاسپورت ما برای سفارت وقتش تمام شده مشکل نداره شما میتونین با تمدید شده پاسپورت از هر سفارت تمدید شده باشه شما برای ویزا میتونین اپلای بکنین و سی وی شما باید اپدیت باشه ریکمندیشن لتر شما کسایی که برای پست گریجویت اپلای میکنه حداقل میتونه هر دویش اکادمیک باشه فرام پریویوس کوالیفیکیشن فرام ریسنت کوالیفیکیشن از اسکول دوستا زیاد قابل چی نیست اگر شما برای ماستری چی میکنین بعد از حتما از بچلر باشه از یک پروفسور یا لکچر بچلر باید باشه و یکیش هم میتونه که امپلویمنت لیتر ریکامندیشن باشه شما یک جای کار میکنین اما کارهای شما یا رئیس هست یا هر کسی هست شما را ریکامند میکنه اوکی پرسونال استیتمنت ما به صورت مفصل بهش گپ زدیم که چه قسم پرسونال استیتمنت یا لیتر اف موتیویشن خود ما آماده بکنیم و دومی است و بخش آخری که است انگلیش پروفیشنال سرتیفیکیت است هم که ما بحث زیاد رو کردیم دوستان دوستا پرسیدن به قسمت دوستان متوجه باشین کسایی که تافل آیلتس نداره هم میتونه به دانشگاه اپلای بکنه و اون انگلیش تستینگ سیستم خود دانشگاه رو شما بگیرین که فری اف کاست هست و مارکینگ کرایتریایش هم که نسبتا راحت به آیلتس و تافل است و هزینه بعدیش هم که مو به حساب کاستش هست شما از 200 یا 200 دلار پیش میایین یعنی دیگه لازم نیست و یک نکته دیگه که اینجا ما برتون بگیم دوستا وقتی شما به دوندی یونیورسیتی اپلای میکنین صرف اونمو انگلیش امتحانی که شما به دوندی میدین به دوندی یونیورسیتی صرف کار میده یعنی کوالیفیکیشن شما پرو میکنه و دیگه دانشگاه نمیکنه و هر دانشگاه ریکوایرمنت انگلیش خودشون رو داره مثلا ما به سوانزی یونیورسیتی هستم سوانزی یونیورسیتی ما اگر انگلیسیش داشته باشم من با این انگلیسی نمیتونم به دوندی یونیورسیتی اپلای بکنم ولی اگر شما از آکسفورد یونیورسیتی شما انگلیش پروفیشنسی داشته باشین با کل انگلستان با کل دانشگاهش میچله ولی از دیگه دانشگاه باز نمیچله به دانشگاه دیگه اگر از خود آکسفورد شما انگلیسیش امتحان داده باشین نمره داشته باشین شما میتونید به هر دانشگاه انگلستان اپلای بکنید تشکر خب سوال بعدی دیگه سوال بعدی از خانم عارفه محمدی سلام علیکم امید جور فاطمان باشه سوال ما دو تا سوال دارم یکی سوالم در مورد ریکوایرمنت نمره زبان است که اکثر دانشگاه های انگلستان خب نمره دولینگو را قبول میکنن باز بعضی از دوستا گفتن که اینجا در قسمت ویزا با سفارت ممکن قبول نکنه امیرم میخواستم از شما بپرسم که به خاطر استودنت ویزا یا حتما باید آیلتس باشه یا ای که دولینگو رو هم قبول میکنن دانشگاه خوب قبول میکنن ببین دوستا اگر که یک کپی دیگه این ما بر شما چی بکنم چون ما این سالهای قبل به حد کافی تجربه از ایمیگریشن یا از ویزه انگلستان داریم خب اگر شما به حساب قبولی از دانشگاه رو یک قسمی دانشگاه شما قناعت بدین با هر نمره با هر نمره ای که شما دارین تافل دارین آیلتس دارین دولینگو دارین جی آر ای دارین یا اون انگلیش سیستم خود دانشگاه را دارین وقتی که دانشگاه برای شما آفر را بیته باز یعنی بریتانیا بگن که مراحلی پروسه ویزه انگلستان که از تقریبا 95% داخل خود دانشگاه حل میشه یعنی چی رقمی بعد شما آفر میگیرین
برای بقیه مراحل شما تعیین مراحل میکنین، پول دانشگاه رو مقدار پیر انرولمنت فیس شما برشون پرداخت میکنین و او بر شما CAS روان میکنه، کاست کانفرمیشن روان میکنه. یعنی کاست کانفرمیشن روان کرد به این معنی که شما دعوتنامه ویزا به شما روان کرده، کل کاراش به تعیین مراحل شده دیگه خود سفارت از شما چیزی نمیخواد، دیگه خود سفارت دیگه قیدات رو نداره که شما آره باید حتما انگلیسی داشته باشید، نه به اون قسمی نیست. سفارت انگلیسی در یک قسمت که از کاملا خیلی فلکسیبل عمل میکنن، همین که شما قبولی دانشگاه رو داشتین، CAS از دانشگاه گرفتین، دیگه سفارت به شما مشکل نداره. اگر اون قسمی اگه دانشگاه شما دارین که دولینگو رو به حساب اکسپت میکنه، تافل اکسپت میکنه، شما آفر خود بگیرین، دیگه سفارت مشکل به شما ایجاد نمیشه. چون خیلی از دوستای ما که هست یک قسم ادمیشن میگیره که هیچ سند انگلیسی نداره، با مو انگلیش پروفیشنسی سرتیفیکیت خود کسایی که در پاکستان، بنگلادش، هندوستان تحصیل کرده باشه و یک سند انگلیش پروفیشنسی تست داشته باشه، حتی اونا میتونه وقتی کافر دانشگاه بگیره دیگه سفارت برشون خود مشکل ایجاد نمیتونه، نمیکنه، ایجاد نمیکنه. خب سوال بعدی. سوال بعدی از نسرین عزیزی. سلام علیکم، بسیار زیاد تشکر. ما یک چند سوال داشتم چون از اول جلسه نبودم. امروز ما خود اپلیکیشن تا آخر رفتم که اینجا چی لازم است و در اونجا یک دانه ایمیل داده بود که دهی فقط مو تذکره پاسپورت روان کنیم که نشنالیتی ما در چونه دیگه کدام چیزی نبود. یعنی ما سوال می است که در کجا اسناد مدارک رو ما باید اپلود کنیم و ای که مثلا اول باید آفر بگیریم بعد از او اپلیکیشن رو پر کنیم، یا اول اپلیکیشن رو پر کنیم بعد از او کست آفر برز ما میه. دیگه اگر ما بیشکلرز خود به زبان انگلیسی خونده باشیم آیا نیاز به تافل یا آیلتس و دیگه انترنشنال انگلیش اگزامز هست یا نه، و دیگه اگر بی ایر مثلا ما تا هنوز خلاص نکده باشیم و در سمستر آخر باشیم میتونیم اپلای کنیم یا نه؟ خب نه خیر، اگر شما بی ایر مثلا سمستر آخر باشین شما بستگی به این داره که شما تا چی وقت اسناد خود به اونا شما ارائه میتونید، بستگی به این داره. اگر مثلا شما تا ختم ددلاین اسکالرشیپ شما به اونا روان نتانین، نه خیر شما امسال نمیتانین. و در قسمت بعدی که شما در قسمت ادمیشنش سوال پرسیدین، از قسمت پورتال شما که رفتین how to apply و کل تمراحل بر شما گفته، شما میتونین از طریق پورتال هم ادمیشن بگیرین و از طریق خود ادمیشنشان هم میتونین چی بگیرین، ادمیشن خود بگیرین. ببینید دو سایز در یک قسمت کلان دانشگاه انگلستان که از طریق پورتال سبمیت میشه، وقتی شما طریق پورتال سبمیت کنین فوری به شما ایمیل میاید. و در یک قسمت اسکالرشیپ دوست ما که پرسیدن، شما منتظر آفر خود هم میتونین باشین، یا اگر اپلیکیشن آیدی شما هم سبمیت شده شما میتونین اپلای بکنین، مشکل نداره. در مورد قسمت سوال اول از اینکه do you have a place from this university، select no، آپشن اینو انتخاب بکنین، شما میتونین که برای بقیه کارا دیگه پروسید بکنین وقتی شما اپلیکیشن آیدی دارین. ولی اف کورس قبل از اینکه شما به اسکالرشیپ اپلای بکنین حتما باید دانشگاه اپلای کرده باشین، چون وقتی شما اپلیکیشن آیدی نداشته باشین دیگه داکومنت شما یک داکومنت به حساب اینکامپلیت هست دیگه، کامپلیت نیست. خب سوال دیگه از دوست اگه باشه. سوال بعدی از ام، آقای ام. سلام علیکم آقای طوفان، و همچنین تشکر از شما و همچنین تشکر از آقای حامیدان که جلسه را کنترل کردن. سوال به این بود که بعض دانشگاه اگر گفته شما میتو خودشا انگلیش تست داره، اگر از اونا انگلیش تست بگیم ما در شیونینگ اپلای کنیم و سند اینا یا در شیونینگ میچله که بگیم ما در این دانشگاه اپلای کردیم، دیگه ای که امتحانی که گفتین انگلیش تست داره هر مثلا بعضی دانشگاه ها هیچ رقمی گرفته میشه، مثلا در خانه آدم میتونه امتحان بده کدام جای آره برای آنلاین است، کاملا آنلاین است امتحانش. و ببین چیونینگ اسکالرشیپ هم که است، یک از بخش آپشن هایی که چیونینگ اسکالرشیپ داره، یکی شما از خود دانشگاه ادمیشن اگر داشته باشین بسیار کار شما راحت است. ببینید اول لیست افیلیشن اف دانشگاه ها را شما ببینید که کدام دانشگاه را چیونینگ اسکالرشیپ ساپورت میکنه، از اون دانشگاه شما ادمیشن داشته باشین. از دو به بعد وقتی که شما آن کاندیشنال آفر از اون دانشگاه شما داشتین، از دو به بعد شما میتونین که چیکار بکنین، شما میتونین که به چیونینگ اسکالرشیپ اپلای. یک چیز دیگه هم که دوستان بسیار متوجه من خود من دیدم، اومد دانشگاه هایی که
تحت یک پروسه اسکالرشیپ کار میکنه کل ادمیشن هایش کسا آن کاندیشنال هست. دوستان متوجه باشین ادمیشن فرض کرد چونینگ اسکالرشیپ کس با سوانزی یونیورسیتی بخش یعنی خودی چونینگ اسکالرشیپ هم سوانزی یونیورسیتی که معصومی سپورت میکنه در همینجا وقتی که ما آفر گرفتیم از همین دانشگاه برای ما آن کاندیشنال آمد یک مثلا قرار متوجه باشید دوستان عزیز در قسمتی که شما چیونینگ اپلای میکنید اول دانشگاهش ببینید که کدام دانشگاه ها امسال شامل چیونینگ است از همون دانشگاه شما آفر بگیریم که 100% او بر شما آن کاندیشنال میده اگر غیر از دیگه کلی ریکوایرمنت شما تکنیکال باشه آن کاندیشنال میده حاضر خلاص بر دوندی یونیورسیتی اون کس همین قسمیه شما میتونید که آن کاندیشنال خود بگیرین از اون بعد باز دوباره اپلای بکنید خب دیگه سوال داشتین سوال بعدی خانم زهرا سلام به همه اعضای گروپ مخصوصاً برای آقای حامد و آقای طوفان که زحمت کشیدن و جلسه را برگزار کردن معلومات مفید بودن ما چند سوال داشتم سوال اولی ما در موردی بود که ما در کشور سوم هستیم فعلا در یک برنامه در کشور ازبکستان هستیم وقتی که فرم رو پر میکنیم آیا ازبکستان رو بزنیم یا افغانستان سوال بعدی ما اگر امکان داشته باشه میشه که شما یک بار یک سشن رو بانین تمام مراحل در مثلا فرض کنین یک کسی را شما ثبت نام میکنین همو مراحل ثبت نام از اونا را مرحله به مرحله نشان میدین تا ای که شاید برای خیلی ها مفید باشن سوال بعدی ما رشته ما ادبیات انگلیسی است اکسپریانس مام در بخش ایژوکیشن است اما رشته ای که میخواییم در بخش بزنس منیجمنت است چقدر رول دارد در قسمت کامیابی ما چون تقریبا درسیم و تجربه ما در یک رشته کاملا متفاوت است و چیز را که میخواییم در قسمت مستری تفاوت داره و سوال بعدی در قسمت ریکمندیشن لیتر بود ما بعضی از ریکمندیشن لیترها را سال 2020 یا 2021 داریم و بعدن که فعلاً در ازبکستان هستیم نمیتونیم با استادای خود ارتباط برقرار کنیم مشکل ریکمندیشن لیتر ما چی میشه؟ تشکر خب دوستای عزیز ببینین کسایی که در ثرد کانتری هستن مثلا در کشور سومی هستن هیچ مشکل نداره وقت شما اپلیکیشن خود تکمیل میکنین اما آدرس هم کشور رو بزنین هیچ مشکل نداره و در قسمت بعدی که به همراه دوستا قسمت اپلیکیشن هم کاری بکنیم ما فکر میکنم دوستای عزیز کلانی که دوستایی که در بحث حضور دارن جای خوشحالی است که همه به انگلیسی تسلط کامل داره و این پروسه ادمیشن هم که است کلن پروسه به حساب انگلیش بیست است دیگه کلگی میتونه که همو تای مراحل رو انجام بده دیگه فکر میکنم خیلی زیاد نیاز مبرم در قسمت نباشه چون دوستای ما مالود انگلیسی را میفهمن و در قسمت بعدش که است بگراند تحصیلی که است شما بگرام تحصیلی شما ایژوکیشن هست اگر شما به بیزنس منیجمنت برین هیچ مشکل در قسمت نیست اما در جلسه اول یا دوم بودم اشاره کردم میتونه دوستا از هر بگراندی دوستا میتونه از هر بگراندی به بخش بیزنس منیجمنت بره بخش ام بی ای بره بخش منیجمنت انتخاب کرده میتونه در قسمت هیچ مشکل نداره و این برمیگرده که چگونه تو امو به حساب آیدیاهای خود را نرید میکنی یعنی از به حساب بکگراند تحصیلی خود چه قسمی ایراهم نی تجربه کاری خود اسکل هایی که داری چه قسمی مثلا ایراهم نی تا و چگونه مثلا علاقه مندید به بخش منیجمنت آمد اینا را اگر تو به صورت درست به پرسونال اسپلین خود بگنجانی دیگه هیچ مشکل نداره ایژوکیشن خود منیجمنت تنها ایژوکیشنی هست که با بک‌گراند تحصیلی گذشته خیلی زیاد ربط نداره یعنی بسیار ضرورت نیست که تو حتما دیبیر خوانده باشی به این دیبری قسمی نیست سوال بعدی از حمیده بخش ریکمندیشن لیتر دوست عزیز ما سوال کن بخش ریکمندیشن لیتر اگر شما بس دسترسی نداری نچی نیست خیلی زیاد مشکل نیست ولی اگر بیتونین ریکمندیشن لیتر خود ریسنتلی اپدیت بگیرین خوب است اگر در غیر صورت
سال 2021 هم که باشه مشکل ندارم. خب سوال بعدی؟ حمیده فلازی فکر کنم. سلام به همگی. سوال من در بخش همه ریکامندشن لیتر بود. ما فعلا در افغانستان هستیم، ما ریکامندشن لیتر خب سلام سلامش ما قطع شد. خانم حمیده فیاضی، اگر میشه شما امو سوالتان به صورت تکست نوشته کنین در چت، باز ما برای آقای طوفان میخونم که سوال شما رو پاسخ بده. بخاطر صدای شما مشکل داشت. حال میریم به نرگس. خانم نرگس اگر خود انمیوت کنین و صحبت کنین. بله سلام به تمام دوستا و همچنان آقای طوفان. ما سوالم در قسمت استیتمنت بانکی هست در زمان درخواست برای ویزا. این استیتمنت ما از بانک های افغانستان هم ارائه کنه مشکل نیست یا نه، یا از بانک مثلا خود انگلستان باشه؟ چون درست بلاک اکاونت هم یک چیزی وجود داره یا نه؟ شما فعلا هندوستان هستین درسته؟ نه خیر، من خودم خارج از افغانستان هستم. آها به این قسمت دوستان متوجه باشین، امسال ما به صورت کمکاری داشتیم مستقیم و غیر مستقیم با دوستای خیلی زیاد را، دوستا از پاکستان آمدن، از ایران آمدن، دوستا هندوستان بودن، اکثر دوستای ما از هندوستان آمدن. ببین در این قسمت کس هیچ گونه مشکل نداره و شما هر اپلیکانت میتونه استیتمنت بنام مادرش باشه، بنام پدرش باشه، ولی متوجه باشین انگلستان استیتمنت بنام برادر، بنام به حساب کاکا، مثل کشورهای اروپایی دیگه نیست که مثلا شما ایرا بکنی. حالا ایتالیا که است اسکالرشیپ میتونه بنام رفیق شما باشه، رفیق شما فقط لتر نوشته میکنه که نمی استیتمنت بنام ما است، ما ایر ساپورت میکنم. مثل مثلا ایرلند هم این قسم سیستم را دارم، ولی یوکی که است نه، یوکی باید استیتمنت بنام خودت باشه، پدرت باشه یا مادرت باشه، اوکیه. ولی اگه فکر شما در انگلستان هستین مشکل نداره، اگر شما استیتمنت از افغانستان ارائه کنید برام پدرش ما باشه اوکیه، در قسمتش مشکل نداره. آها درست است، تشکر. و دیگه در قسمت دیپندنت ویزا، وقتی مثلا ما بخوایم برای ویزا درخواست بدیم، در قسمت دیپندنت شما گفتین مثلا اسپاوز اینا میتونن برای فامیل درخواست بدن، ولی در کیسی که مثلا مجرد باشه فامیل درجه اول به حساب پدر و مادر میشه، باز بر از نو نه خیر. آها. و دیگه در قسمت چی دختر خانم باشه چی؟ خب ادامه بده. و در قسمت بورس چیونینگ، وقتی ما درخواست میتیم یک سه نام سه دانشگاه رو باید در لیست اونجا ما در پورتال اپلود کنیم به حساب معلوماتشانه، و اگر که ما از یک دانشگاه دیگه انکاندیشنال آفر داشته باشیم، بازی در چیونینگ مشکل ایجاد نمیکنه؟ نه خیر، هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. ببین شما شرایط شب به این معنا است که نمی دانشگاه با شما مشکل نداره، به این معنا است که نمی دانشگاه با شما مشکل نداره، انکاندیشنال آفر دارین و سه دانشگاه شما انکاندیشنال آفر دارین. اگر شما ای را اپلای بکنین، باز او نظر با اپلیکیشن شما دیگه چی را باز به مو دانشگاه مربوطه شما را راجع میکنه، هیچ مشکل نداره در این قسمت. و دیگه در قسمت ادمیشن خود آفر دانشگاه، ما خودم سال قبل اپلای کرده بودم، خب متاسفانه داخل افغانستان بودیم، چون کلن چیش در حالت پندینگ مان دیگه داخل افغانستان، و ادمیشن هم انکاندیشنال آفر دارم، ولی بودم من ریفر کردیم برای سال بعدی. باز برای چیونینگ آیا امو آفرهایی که برای سال بعدی ریفر کردیم اونا درست است یا دوباره باید از سر درخواست کنیم؟ هیچ مشکل نداره. وقتی شما اپلیکیشن رو به چیورینگ اپلای میکنین، مثلا میگین که ما فعلا در ترد کانتری هستیم، شما میتونین اپلای بکنین و ادمیشن شما که شما دیفر کردین هم اوکیه، مشکل نداره. یعنی برای سال 2023 که پروسس شده، ما میتونیم شامل از پروسس شده؟ شما میتونین در ساعتی که شما باید به مو پروگرام، به مو خود چیونینگ سکالرشیپ با شما کمونیکیت بکنین که ما فعلا به ترد کانتری هستیم، مشکل نداره، ما فعلا به هندوستان هستیم.
درست است. تشکر آقای تفان. خواهش میکنم. دوست دیگه ما به نام شکریه رحیمی از ما سوال کرده که پاسپورت نیازه و همچنان اکنون برای دقیقاً بدون پاسپورت اونا ادمیشن نمیده، چون پاسپورت تنها آیدنتیتی است که اونا به مو اساس آیدنتیتی ما بر ما ادمیشن میده و اونا کدام دیگه گزینه یزی نداره که به نیشنال آیدنتیتی چی کنه، ولی به پاسپورت اونا ادمیشن میده و همچنان اون اکاونت نخواهید برای دوندی، چون اسکولارشیپ شما فقط آفرش کار دارین و بلاگ اکاونت کار ندارین، چون خود خود یونیورسیتی اگه وقتی شما اکسپت شدین اونا خودشون شما را سپورت میکنن. دیگه در قسمت اکاونت کار نیست در دوندی یونیورسیتی. سوال بعدی از واتش بوی. سلام به سلام. سلام. ما فقط یک سوال داشتم، ای که آیا به خاطر وارد شدن به دانشگاه با امتحان آیلتس تافل ضرورت است یعنی سند داشته باشیم، و دیگه کمی انگلیسی ما در چه سطح یا لول باید باشه؟ با کدام دانشگاه اسپسیفیک؟ خب ببین دوستان عزیز، من در قسمت دانشگاه دانشگاه مخصوص خانمک است. ما دمی پیپتی در جلسه قبلی براتون گفتم که آیل ضرورت است، بله، برای پوست گریجویت که است شما باید بعض دانشگاه 6 تا 6 نیم، ولی اسپسیفیک یونیورسیتی شما باید چک بکنید، به موی اسپسیفیک یونیورسیتی شما اپلای میکنید بخش انگلیش ریکوایرمنت شما چک بکنید که با کدام سطح آیل سکار است، و انگلیسی شما به سطح باید انترمیدیت باشه، انترمیدیت شما به حساب 6 تا 6 نیم نمره آیلتس باید شما داشته باشین، و اگر تافل آیلتس هم ندارین شما میتونین اون انگلیش تیوتینگ سیستم خود یعنی دوندی یونیورسیتی شما اپلای بکنین و امتحان بدین. به اون نظر به مو نمره ای که شما میگیرین باز ادمیشن شما رو اونا دیسیژن شما میگیرن، باز به مو خود ایمیلی که شما امتحان میتین باز به شما ریپلای میکنه که شما نمرات شما رو روان میکنه. درست است. و نمرات شما رو که روان کرد بعد مرحله بعدی چی است که نمره خود شما باز داد میجن میتین کنه باز تصمیم میگیرن. زنده باشید. خواهش میکنم. اوکی تشکر آقای طوفان. فکر کنم دیگه سوالا نداریم. سوالای دوستا. اوکی کسی به نام احمد سلطانی فکر کنم که میخواه پرسان بکنه. احمد جان. سلام جناب آقای حامد و سرز تشکر آقای روح الله از معلومات مفید شما. در قسمت جی پی ای کدام شکر در قسمت جی پی ای کدام ریکوایرمنت هست که مثلا پرسنتیج مثلا بخوای برای مستر اپلای کنی نمرات لیسانس باید چقدر باشه؟ تو کدام ریکوایرمنت خاص وجود داره معمولا برای یونیورسیتی که مربوط یوکی میشه؟ دانشگاهی که مربوط به یوکی هست نه دوستی عزیز، خیلی زیاد، ولی یک فیر باشه مثلا، ولی اسپسیفیک برای ما هیچ دانشگاه برای ما نمیگه که شما به دانشگاه اپلای میکنید نمره شما چقدر باشه، هیچ دانشگاهی نمیگه. و یوکی تنها کشوری است که در این قسمت فلکسیبل است، یونیورسیتی هایش هیچ مشکل نداره، و خیلی از دوستان ما داشتیم به اکثر دانشگاه ها که اپلای میکردن نظر به اون جی پی که داشتن قبولی نمیگرفتن، ولی در یوکی به آسانی قبولی برشان میده، مشکل نداره. بسیار تشکر. و یک سوال دیگه هم داشتم که غیر از یونیورسیتی دوندی و مقسم بعضی سکولارشیپ های دیگه باشه تو کدام لینک یا کدام پورتال وجود داره کنه لیست شده در اونجا؟ دوستای عزیز مربوط یکی مکمل. آره ریاست علی در این قسمت هماهنگی با این دوستا بیشتر زیاد داره، از همین خاطر یک واتساپ برای ما جور کردن. دمی قسمت دوستا باز اپورتونتی ها فرصت های بعدی ما شریک خواهیم کرد، و در قسمت یعنی سجن خود ما گفته بودیم دوستا از هزینه یزی که یک ادوایز دوستانه برای دوستا بکنم. دوستا عزیز همگی ما و شما به حساب درست است، ما یک کشور ما یک بروکن اکونومیک است، و اکثر ما یعنی خیلی فیصدی بیشتری دختر خانم ها بچه ها یک هزینه ابتدایی رو داره که به انگلستان اینا برسن، این رو متوجه باشین. وقتی که شما به انگلستان برسین شما اجازه کار از طرف دولت دارین، اگر حساب بیشتر کار بکنین نمیتونین بیشتر کار بکنین، فعلا خود ما کسب اینجا
امی قسمی به حساب خودم بیشتر کار میکنم، تقریبا هفته 6 روز هفته 7 روز من کار میکنم، ولی درسته که دولت برام 20 سال اجازه کار داده، ولی از طرف شب نیمه پارت من کار میکنم و هزینه زندگی و تحصیل دیگه پای خود خودم میتونم برای چی کنم و دست بیارم از کاری که من میکنم. و در این قسمت هیچ مشکل نه دوستان، اگر شما فرض به این بگیرین که تحصیل شما به حساب تا رسیدن به اینجا 6-7000 دلار اگه مصرف میشه، به حساب فیس دانشگاه، به حساب ویزا اپلیکیشن و انشورنس و همه اینا، وقتی شما اینجا برسین حداقل اگر فیس دانشگاه شما 15000 پوند سال باشه، شما اعتماد نظر بگیرین که 50% از امور شما خود شما کار میتونید، 50% دیگر یک فامیل خود شما اگه ساپورت قبلا داشته باشین دیگه اوکیه. بازو بعد آینده خیلی خوبی داره دوستا، وقت کسی که در انگلستان است، هر کسی که اسکیل ورکر است، بخش منیجمنت خونده، بخش انجینیرینگ خونده، سالانه 60-70000 پوند اینا کار میکنه. هر انجینیر ساده ای، هر اپریشن منیجمنت ساده ای که به اینجا باشه 60-70000 پوند اینا کار میکنه. ولی شما اگر مثلا 20% از همین پیسه ای که یک سال شما اینجا بوق میگیرین، شما قرض بگیرین یا آماده و مهیا بکنین، باز اینجا شما میتونین که سالهای سال زندگی بکنین، اقامه بگیرین یا به حساب باز فامیل خود اسپانسر بکنین، این ارزش خود داره. یعنی در قسمی نیست، ما به سیزن گفته بودیم خیلی دوستای ما سوال داره که ما بعد از فراغت چی کار میکنیم. بعد از فراغت بازم به دوستایی که مازه به جلسه آمدن یا جلسه خبیل آمدن، شما 2 سال ویزه ایژوکیشن ویزا میگیرین، هر دانشگاه برتون ایجوکیشن ویزا میده، در 2 سال شما برای خود وظیفه پیدا میکنین. وقت وظیفه پیدا کردین، اونمو خود کمپانی شما را اسپانسر میکنه و هر قدر که بخواین 10 سال 20 سال 30 سال تا اینکه شما یک کارایی نکنین که خلاف قانون باشه، تا اقامه شما کنسل شده، غیر از اون شما میتونید دائم اینجا باشین، اقامه کار گرفته بودین، کاری که فعلا اینجا است، بروکرسی مثل مثلا بی بی سی هست، دوستا افغان اینترنشنال هست، ایران اینترنشنال هست، کلا نمی قسمی اسپانسر میکنه، اونا کار میکنه، هیچ کدوم اونا قبولی دانشگاه را، قبولی انگلستان را ندارن، شرایطش هم حساب ندارن. ولی دینیم اینجا خود سالانه هر 5 سال هر 10 سال نظر به قرارداد کاری شما تمدید شده مورا. یعنی وقتی شما میایین ترس از این نداشته باشین که ما بعد از فراغت ما رو دانشگاه روان میکنن، نه خیلی مثل دانشگاهی مثل پاکستان، ایران یا هندوستان یا مثل مثلا چین و ژاپن، اینجا نیست که ختمی اصلی شما اقامه شما ختم، نه خیر، اینجا شما میتونید کار بکنین که عملا همین سیستم خود دانشگاه دارم، مثلا چرین ویزا، گلوبال چرین ویزا دارم، کسایی که پی اچ دی دارن میتونن اینجا بیاین تحقیق بکنن، خود انگلستان ساپورت میکنه، یا کسایی که اسکیل ورکر است یک اسپسیفیک ویزا داره برای اسکیل ورکر، دوستایی که تجربه کاری زیادی را دارن کمپانی ها رو پیدا کنه، اپلای بکنه، اگر قبول شد باز اون خود دانشگاه اسپانسر میکنه، اون اسکیل ورک ویزا هست. بله، دیگه اون هیچ مشکل نداره. و ریکامند ما نمیاد هر دوستی که تمام این همینقدر 6-7000 دلار از مصرف ابتدایی داره میتونه با اینجا اصل خود ادامه بده. اوکی. فقط یک سوال دیگه باشم سر زد جناب آقای طوفان، وقتی دو سری هم گفتم، فقط یک سوال آخری گفتم، من خودم اس سی پارت کوالیفاید هستم، در قسمت کورس های اس سی کدام اسکالرشیپ هست که تونیم از طریق اجتا اسکالرشیپ نه کدام کورس جا میشن بگیریم و از طریق از ویزا بتونیم بگیریم؟ فعلا کوالیفیکیشن شما چی هست؟ پارت کوالیفاید هستم، من خودم لیسانس دارم و در این لیسانس اسی پارت کوالیفاید هستم. او در اسپیسیفیک در قسمتی که شما کوالیفاید این برنامه هستین، من دقیقا معلومات کافی در این قسمت ندارم، ولی شما ببینین فرصت های را که شما دمی بخش دارین، شما دمو کمپانی مربوطه شما اپلای بکنین، سیوی خود ترتیب بدین، دمی قسمت اپلای کرده بودین، حتما یک شما برتون اوکی میکنه. باز کسای دیگه دوستایی را که مثلا در این بحث نیستن، در بخش دکتری میخوانن یا خواندن یا کار کردن، دکتری دندان باشه، دکتری داخله باشه، هر دکتری که باشه یا حتی نرس باشه، اینجا میتونه به عنوان اسکیل ورک ویزا اپلای بکنه. این فرصت ها رو انگلستان داره که اونا میتونه اسپانسر کنن، میتونه بیای اینجا کار بکنه. ببین پیمنت اینا بسیار بالا است. بران هر دوستی ما که همینقدر هزینه رو داره، باز تاکید میکنم بیای انگلستان درس بخونه، ادامه بده، ماستر 6 سال است، بعد 1 سال میتونه اقامه دائمی کار بگیره و تا هر وقت که دل خودش بخواد اینجا میتونه که کار بکنه.
خیلی زیاد تشکر جناب آقای توفان و همه جان. تشکر. سوال بعدی از B.N اگر که خدا ان میوت کنید. الان باید پرن کن میوت کنید. سلام خدمت همه و یک تشکر از آقای توفان. سوال ما ایه که آقای توفان ما خودم صدای ما را داریم؟ بله بله صدای شما را دارم. آقای توفان سوال ما ایه، ما خودم امو بچلر به اصطلاح سیول انجینیرینگ را خواندم و حالا می خواهیم اونجا اپلای کنم برای انگلیس و این بخاطر مو مثلا یعنی بعد از تحصیل کردن مارکت کاری دو رشته ما بگم کدامش بهتره، یکی پروژیکت منیجمنت بهتره یا یکی بیزنس منیجمنت؟ و سوالی بعدی میه که آقای توفان تا جایی که سرچ کردم فیزشان مثلا فکر کنم 15000 شروع، تا جایی که من معلومات دارم پیج دیگه اد میشن دیگه، یعنی مثلا چند فیصدش میخواین و بعد باز امو فیس باقی مانده را مکنی. سوال و سوالی دیگه ایست که آقای توفان که امی از طریق اسپانسرشیپ میشه مثلا به صورتی که ما استیتمنت بانکی به نام خود نداشته باشم، چون برادرمون جا هستن میتونه اونا مثلا از طریق اسپانسرشیپ که بعضی دوستا میگن که مثلا از طریق اسپانسری هم میشه که مثلا او که هنوز چانسی ویزا گرفتن بالا است. من سوال تان گرفتم، دوست من سوال تان گرفتم، میتینگ تایم کم مانده. اول خب از شما به حساب بک‌گراند تحصیلی بود که اگر شما سیول خواندین میتونین در بخش منیجمنت مشکل نداره، شما میتونین بخش منیجمنت یا بخش منیجمنت بگیرین و ایده قسمتی که شما کدامش بهتر تره. دوست عزیز من بکراند ما بخش انجینیرینگ هست، الکترونیکال الکتریکال هست، ما در قسمتی که شما بخش کاملا نمو به حساب برمیگرده به استعداد توانایی شما به بحث علاقمندی خود شما که کدام بخش شما اپریشن انتخاب میکنین یا بزنس منیجمنت، او کاملا بحث جداگانه بحث خود شما هست دوست عزیز. و در قسمت اسپانسرشیپ دوست عزیز، اسپانسرشیپی که برادر شما اسپانسرشیپ ویزا اپلای میکنه با استودنت ویزا تفاوت داره و در این قسمت تنها به جواب یک از خواهرای خودم ما گفتیم که یا به نام مادر باشه به نام پدر باشه استیتمنت بانک شما. و در قسمت خصوص استیتمنت بانک دوست عزیز شما اپلای بکنید، در قسمت استیتمنت بانک به ما مسیج بکنید یا به ایمیل یا به واتساپ مسیج کنید، باز ما در این قسمت با زگمکاری بر شما میتونیم که چگونه استیتمنت بانک شما تیار بکنیم و چه قسمی باز به مراحل ویزا بخیر پیش برین، وشه باز بر ما شما میتونید دایرکت مسیج کنید. درسته، بسیار زیاد تشکر طوفان عزیز. امون نمبر واتساپ شما رو من نداشتم، اونا رو میتونم از کجا بگیرم؟ و در کنار از آقای طوفان، امیک در زمانی که مثلا ما ادمیشن بگیریم مثلا درس اونجا سپتامبر شروع میشه، چی وقت ما باید در سفارت اونجا مراجعه کنیم؟ به خاطری که ما پارسال در وینتر سمستر از جرمنی یک ادمیشن گرفتم ولی تا حال ما رو در پاکستان وقت برای اینترویو نداده. آیا مثلا انگلیسی هم میتونید مثلا برای اینترویو منتظر باشید؟ نه خیر، انگلستان که هست اگر تو امروز اپلیکیشن فرم خود سبمیت میکنی برای ویزا آماده میشی، برای تو میتونی برای فردا اینترویو بگیری. سفارت انگلستان هیچ گونه قیدات در قسمت نداره دوست عزیز. اگر شما به ماه سپتامبر میخواین اپلای بکنین، سی اس که برای شما صادر میشه از طرف دانشگاه 6 ماه وقت داره و دعوتنامه ویزایتون 6 ماه وقت داره، درسته؟ وقتی که شما به داخل شش ماهی که شما سی اس خود دریافت کردین به سفارت میرین مراجعه میکنین، سفارت ویزای شما رو اگر اپروو هم بکنه، فرض کن 5 ماه تا شروع درس مونده ولی دانشگاه ولی سفارت به شما اجازه سفر نمیده، صرف یک ماه پیش از شروع درس اجازه سفر میده. مثلا شما در ماه جولای ویزای خود گرفتین ولی درس های شما به سپتامبر شروع میشه، در 10 سپتامبر، ولی ویزایی که سفارت به شما اجازه میده از 10 اگست است، یعنی 10 اگست یک ماه پیش از سپتامبر شما میتونین به انگلستان داخل شوین، غیر از صورت نمیشه دیگه. این مشکل نداره که شما چی وقت اتین میکنین به سفارت، درسته؟ صرف به فاصله 6 ماه اتین بکنین که سه شما وقت داره، ویزایی که شما اپروف شد صرف یک ماه پیش از شروع درس براتون اجازه میده دیگه، غیر از او پیش از او اجازه نمیده. امیدوارم که سوال مرا گرفته باشین جواب مرا. فرصت بسیار محدود است، یک دقیقه فرصت داریم. یک سوال دیگه ما دوست دیگه ما به نام نرگس است، باز ما واتساپ خودم اینجا شیر کردم دوستا، کسایی
که در گروپ نیست و واتساپ ما مسیج کنم در چت گروپ دادم. دوست دیگه ما برام نرگس سوال کرده که I would like to ask for Afghan women that are asylum seeker outside of Afghanistan, can they apply for Dundee University? Yes, of course they can apply for Dundee University. هیچ کدام مشکلی در این قسمت نیست و for asylum seeker ما یک نوتیس را از خود ایمیگریشن داشتیم که دوستایی که وید از دوستایی که در سفارت ها داده فعلا قابل قبول نیست، صرف کسایی که داخل خود یوکی میشن اسلام سیکر اونا میتونه چک شوه، یا ممکن داره که کیس ها مختلف باشه، ولی شما میتونید در دوندی یونیورسیتی اپلای بکنید، مشکل نداره. خب ظاهرا دیگه سوال نداره، خسته نباشید آقای اتفاق. انشاءالله را کلی دوستان سعادتمند باشن، بخیر باشین. بازار کدام سوالی که بود واتساپ ما دادین، به واتساپ مسیج کنین، در گروه اضافه میشه، انشاءالله باز فرصتای بعدی هم شریک میشه. دیگه موفق باشین همگی شما، روزتان وقتتان بخیر. وقت همگی خوش. خدا حافظ. وقت بخیر. خدا حافظ.